سال 52 اومدیم مدرسه اولیا. مدرسه اولیا مشرف با ارگ، یعنی 200 متر برتر مدرسه اولیا بود. دوران راهنمایی ما تو مدرسه اولیا گذروندیم. روزا تعطیل و جمعه که با هم بودیم با دوستان می اومدیم اینجا. دوستان من شهید صابری بود، آقای قلخانی بود، آقای علیزاده بود. وقتی کسی میخواست داخل ارگ بره میومد از همین ورودی میرفت. اینجا سردر بهش میگن. بعد سردر هم خودش نگهبانی داشته، همین قسمت همین قسمت. زمانی زلزله اومد که دیوارا چلیدن، خراب شدن همیشه پسرمان. شما نگاه کنید این دیوار کلا، حتی سردر زلزله شدتش بالا بود تمام مخروب شد، یعنی اینجا بسته شد فضاش. وقتی فضای اینجا بسته شد دیگه مردم میکنن فقط میمونه پشت درگاه نگاه میکنن. اونایی که بمی بودن گریزاری میکنن، دلسوزی میکنن که مثلا این بم چرا اینجا خراب شد، چرا زلزله خراب شد، چرا ارگ خراب شد. این ارگ چند سال پیش ساخته شده؟ قدمتش پسر عزیزم بالا 2500 ساله. خیلیه. بله تاریخش سنگینه، یه چیز قشنگی شما اینجا نگاه کنید. چند تا شاه داخلی بودن؟ شاه شما حساب کنید 2500 سال، بالا 2500 سال. خب معمولا خب هر 30-40 سال شاه حساب کنید یه پادشاهی بوده. اولین بار شما رو آوردم دارم توضیح برات میدم، ولی خودم چون از سال 52 توی ارگ میرفتم حقیقت بعد از زلزله من خودم سه اون بار اومدم، چون اصلا چشمم دید نمیکرد. قشنگ ما میمونیم با بچه‌ها میگم بازی میکنیم توی ساختمان‌ها. میومنه قشنگی دور سر دیوارا ما دویدی ده تا از مرسه اولیا که به قلب بود از این بر دور میزدیم، میومنه دور تا دور دور میزدیم. یا گاهی اوقات میرفتیم کلافرنگی، چون قسمت عظیم ارگ اون کلافرنگی بیم خشتا بالا بالایی بیم اون کلافرنگیه. اوجی که میرفتی قشنگ شهرستان من حتی تا شاها چند کیلومتر مشرف بودی، دور تا دور قشنگ مسلط بودی که چی هست چی نیست، چیکار دارم میکنن، چجوری پیش میرن. اگه بخوای ارگ بگردی شاید 5 روز شاید بیشتر، اگه بخوای گوشو گوشش بگردی خیلی وسطش بالایی. این چند تا خونه داشته؟ خونش که شمارش نمیشه، برای خودش یه شهری بود پسر. از باز زیاد بودن؟ بله بله یه شهری برای خودش هست. جانم اینجا کجا؟ سرای خوبم. اینجا سربازخونه بهش میگن. اون زمان قدیم وقتی فرمان روا میخواست سخنرانی بکنه کل سربازش از اینجا جمع میکرد میومد اینجا تو سربازخونه. اینجا هم آموزش نظامی به سربازا میدادن، هم که براشون سخنرانی میکردن که صداهاشون خوب بشه، بعد ببینن چجوری آموزش میدونن. آموزش سلام علیکم، خسته نباشید. آموزش نظامی میدادن که چطوری مثلا تمرین کنن. تو اوزمون خب اسلحه که نبوده، همه با شمشیر با نیزه جنگ میکردن. نگاه کن پسرا خوبه، این قسمت خود ارگ نگاه بکنی ما اینجا ارتفاعمون بالاتر از قسمت پایینه. قسمت پایین تمام مردم زندگی میکردن، از اینجا این سردرب دوم ایری میشد مال پادشاه و سربازا و اونایی که قاضی بودن اونایی که عالی رتبه بودن. از اینجا دیگه برای خودشون یه پله دیگه داشتن. به همین دلیل هم هیچ زمان هیچ پادشاهی نتونست ارگ قدیم تصرف کنه، به خاطر استحکام بنایی که اینجا داشته. شما الان نگاه چقدر واسطش زیاده، نگاه کن اون سردرا و دیوارا نگاه بکنید، این اون دیوارا قشنگ مشخص منو تماشا کن. ببین پسرم شب زلزله خیلی شب بدی بود، من به دیدگاه خودم ظالمترین شب تاریخ هسته. اون شب از ساعت 9 زلزله گاهی اوقات پس لرزه هایی داشت، ولی مردم آنچنان توجهی نمیکرد، چون میگفتن بم اطرافش همه چاه است و زیاد توجهی به زلزله خیزی بم نمیکردن. گفتن از زلزله بیاد چاه هستن فشار نمیاد. که دیگه ساعت 5 خورده زمانی که زلزله اومد دلخراش اصلا من خودم از ساعت 3:30 دیگه خوابم نبرد، همینجور تکی دادم تلویزیون داشتم گوش میکردم. یک مرتبه زمین اول حرکت که بلند شد، زمانی زمین بلند شد یک مرتبه به چپ خوابید و بلند، یعنی به نظر خودم این زلزله از سه جهت حرکت کرد. خونه یعنی تا
تکون اینجوری اینجوری بله بله قشنگ اینجوری قشنگ من نیمخیز نشسته و تکی داد بودم به متکا بلند شدم خوردم چپ و راست بعد پرت شدم شاید 3 متر جلو در پرت شدم که سقف اتاق اصلا بالا باز شد حالا قدرت خدا بود نمیدونم ما زنده بمونیم یا اینکه نمیدونم چه جوری است ولی واقعا دلخراش بود هر کی میدوید که ببین خواهری برادری قوم خیشی اینا کسی طوریشون نشده زمانی که رسیدیم سرسر تریلی بنزین زمین باز شد و نصف لاستیکا رفتن تو زمین الان شما بریم تو خیام سجادی که بریم دور میدون راهنمایی بهش میگیم الان فلکه جدید دارن درست میکنن اینجا زمین قشنگ دن باز که شاید اندازه 20 سانت 30 سانت اصلا باز شد زمین بعضی از آدمای هم تو زلزله مردن بل خیلی زیاد پسرم مرد خیلی انسانای شریف اینقدر بچه کوچک بزرگ آقای بستامی که خواننده محبوب خوب ایران بود ایرج بستامی که الان مزار شریفشون هم تو بهشت زهرا هست عکسشون هم هست قبرشون هست خیلی واقعا ما داشتیم خیلی مردان خیلی بزرگی داشتیم تو بم برعکس شب زلزله ایجی بودن که از دنیا رفتن و تاریخ و اسم اونا به یادگار زنده میمونه خیلی تاریخچه خوبی ازشون باقی مونده خود من 25 سال بچه نداشتم 5 سال بعد از زلزله سال 87 یه آقا امیر سجاد خدا به من داد که بردم کربلا هم بردم شده کربلای امیر سجاد رد شو شما یا علی پایان 86 آقا امیر مهدی رو خدا به من داده این آقل بهش میگفته نه اینجا و از زمانی که بچه ها خدا به من داد فهمیدم معنی مفهوم زندگی رو حالا فهمیدم خب میخ داشتن ببین الان اینجا چوب میگذاشتن داخلشون بعد میبستن الان شما نگاه کنید دیگه شکستن شما ولی قشنگ یه آقلا ها ببین اینا الان اینجا نگاه کن این چوب رو ببین آه اینجا میبستن قشنگ این چوب حالا الان این چوب شاید مثلا این چوب نگاه کنید شاید 1000 سال قدمتش باشه او زاویه میبینید شما اوجا میرفتیم گاهی اوقات اوج مینشستیم از اوج مدرسه اولیا رو نگاه میکردیم تو مدرسه من نگاه میکردیم یه روز رئیس مدرسه مو خدا رحمت کنه شهید بستانی رو بنده خدا مرد یاد بستانی از تو مدرسه یه مرد چشمش رو ما افتاده بود چشمتون بد نمیله رسید تو مدرسه اولیا مار فلکی مو که هر ستا منه کبن اینجا زیر زمین هر طرف پولی چیز داشتن میدونم میدونم به یه خزانهشون یا صندوقچهشون بعد اونا بین اون سربازه رو تقسیم یعنی اینجا طلاهاشون و بله دیگه صندوقچه خزانهشون بود بله سربازه از اینا مراقبت بله ما سربازهشون نگهداری میکردن بعد الان ما ببین اینا همهشون اینجا روغن سنگا روغنگریشون قبلا بر روغن برای چراغا میگرفتن جنگید خب تو زمان